se då för dem lär Vad ni man se då så där. Man kan inte utan att säga. Fick jag den inte kast hon är nyst? Jag skulle ha kunnat lämna. Kav maxa på det där för att det kuschet bedar var sig. Han var taxi bokat. Han var görur han hade jag gärna döst. Man måste skjuta på jag dankar i vidan kära bokat. Jag skulle ha kunnat lämna. Man måste ha med en fläkt med på den kinakon här vazio, madam. من بذار اینجا نشستم دارم برای خودم وقت میگذرونم مجله فوکایی میکنم یه دفعه چشم باز میکنم و میبینم تو هم اونجایی حتی یه خوش آمده خوش بخالی هم نمیخوای به ما بدی رسیدم به خیلی بشین به خودت بشم ایار خوابیده چی؟ اونو میگم خوابیده نکنه تازه از خواب بیدار شدی یا یه چیزی هست من همینجا نشسته بودم اون چیز میخوندم خیلی خوب غیر از چی یه مجله فوکایی که همین کتاب نیست چیزا خوندن این تموم شده من هزار مال راه نمیدم چه کراژ مجله فوکایی حرف بزنیم چی چه موضوع عوض کن این قانونی که بگه من نمیتونم توی خونه خودم مجله فوکایی بخونم خیلی خب بابا خودم گفتم که کتاب نیست منم گفتم که خیلی خوب ولی آزاری که به کسی ندارم خیلی خب بابا مجله فوکایی تو بخون من که رسی خوش اومده خوش بخاله چیزی نخواستم اینم نمید بخواه میتونم رو کت بزنم آره زود باش تو چی میخواد؟ آره جون خودت خیلی هم خوشت میاد که بدونی ببین من نمیگم از اینجا برو تا هر قد که دلت بخواد میتونی اینجا بمونی من چیز تو رو چی بهش میگه جرأت تو رو تحسین میکنم من همیشه آدمایی رو که خودشون دل جرأت دادن و کاری کردن تحسین کردم من تو خود تو جای من بزن اینجا نشستم دارم مجله فوکایی میخونم وقت میگذرونم یه دفعه تو با چمدون توی تاریکی جلوی من سبز میشی پیش از اینکه من بتونم توی خونم نفسی بکشم گوش میدی چی میگم میخوام بدونم انگیزه چیه ما؟ چه حرفا؟ گفتم که میتونی بمونی فقط دلم میخواد به تو دیوونه شدی؟ گفتی من دیوونه شدم خودم در این بار خیلی فکر اما نه گمون نمی کنم دیوونه شده باشه فقط میتونم بگم نه دیوونه نیستم اونایی که فکر میکنم دیوونه از خنده تر قضیه خلاصه کنم بگم دیوونه نیستم جانی معلومه که داره چی میگه خب معلومه که اسم تو میدونم منم نمیشه حقیقت همیشه عجیبتر از افسون است نه؟ تو نمیدونی من کی هستم فالارم کردی فکر کنم و حدس بزنم هیچ منو به جا نمیاری من درست نگاهت نکردم بس باهات شروع میکنم تا برسم تو بقیه خفه شو باز چرا نپرسیدی؟ ولی من پرسیدم خیلی خوب حالا بهت میگم من هسترم خواهرت هستر اسمی مگه نامه به این نرسید؟ چه نامه؟ برات نامه نوشتم به آدرس شماره 57 الف ولی رود نوشتم که میخوام بیام مدتا منتظر جواب نامت بودم مگه نامه رو نخوندی؟ نه خیلی خوب حالا به این میگم من هسترم و برگشتم اینجا تو که برادرم جانی هستی ببینم حالا مطمئن شدی؟ خیلی مفتد کنید بهت میگم من هسترم ثابت کن تو یه خواهر داری به اسم هستر مگه نه؟ آره و مدت هاست که اون از جا رفته آره خب اون خواهر منم خب اینو ثابت کن تو یه لکه یه مادر زادی اینجا داری یه لکه که شبیه نقشه آفریقاست اما وانه و روی ساق پای چپه داره فکر میکنم همون پای چپه باشه یه جای زخم گلوله است مال اون موقعی که تو با گلوله جنگ هلندیا بازی میکردی و گلوله منفجر شد خب حالا مطمئن شدی؟ ولی همین هایی که گفتی مربوط به منه من میدونم که جانی هستم موضوع تو در میونه تو میگی که استری خب اینو ثابت میگیرم میزنم تا نه این کار نمیکنه خب اگه من خودم نبودم از کجا همه چیزا رو درباره تو میدونستم ها من یه راست اومدم اینجا من آدرس اینجا رو میدونم اسم تو رو درباره اون اون اتاق ما بود اینم آشپزخونه بود و اتاق نشیمن هر دو با هم دیگه اما بعد از اینکه مامان مرد من همینطور بزرگتر شدم که میبینی ولی پسر بچه ها خوب نیست ببینم برای همین بود که تو نقل مکان کردی به اینجا و اون وقت شد آشپزخونه و اتاق خواب هر دو با هم